دیپلمات‌های های آمریکا، کره جنوبی و ژاپن امروز برای مذاکره درباره مسئله سلاح اتمی کره شمالی و همینطور یافتن راه های جلوگیری از آن در توکیو دیدار کردند. همزمان مقام های کره شمالی هم برای ترمیم روابط با دولت حامی خود یعنی چین به پکن سفر کردند. شهل آراسته گزارش می‌دهد. در پی تلاش ظاهرا ناکام دولت منزوی کره شمالی برای آزمایش موشک بالستیک در روز سهشنبه دیپلمات‌های آمریکا، کره شمالی و ژاپن در توکیو پایتخت ژاپن گرد آمدند تا برای مقابله با اقدامات تحریک‌آمیز پیونگیانگ چاره بیاندیشند. پس از انجام ملاقات در مورد رفتار تحریک‌آمیز کره شمالی، سانکینگ نماینده ی ویژه آمریکا در امور کره شمالی صحبت کرد. ما در مورد اینکه چه واکنشی باید اتخاذ کرد گفتگو کردیم ولی من پاسخ در مورد واکنش مناسب را به همکارانم در نیویورک محول می کنم همزمان ری سویانگ رئیس روابط بین المللی حزب کمونیست حاکم کره شمالی برای گفتگو با همتای چینی خود به پکن سفر کرد تلاش پیونگ یانگ در ادامه آزمایش های تحریکامیز موشک های بالستیک اتمی و بی کینگ کین جونگ اون رهبر آن کشور به تحریم سازمان ملل موجب ناخشنودی متحد عمده خود چین شده است. حزب کمونیست چین گفت نمایندگان دو کشور دوستی دیرینه دو جانبه را تمدید کرده و وعده کردند برای صلح و امنیت منطقه کار کنند. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید سهشنبه قویا آزمایش های بالستیک کره شمالی را محکوم کرد ایالات متحده قویا آزمایش موشک بالستیک کره شمالی را که نقض قدنامه شورای امنیت است و صریحا استفاده آن کشور را از تکنولوژی موشکی من میکند محکوم میکند ادامه پیگیری توانایی های موشک های بالستیک و سلاح های اتمی کره شمالی تهدید عمده متوجه ایالات متحده و متحدان ما و ثبات منطقه آسیا اقیانوسیه محسوب می شود. دیپلامات های آمریکا، کره شمالی و ژاپن توافق کردند نظارت بر کره شمالی را در ارتباط با آزمایش های موشکی و یا احتمالی اتمی دیگر تقویت کنند. برای تغییر واقعی رفتار کره شمالی فشارهای قویتر از سوی جامعه بین المللی ضروری است و همه کشورها باید اعمال قدنامه شورای امنیت را تشویق کنند. تنش در شمال غرب آسیا از تاریخ چهارمین آزمایش اتمی کره شمالی در ژانویه گذشته و در پی آن ادامه آزمایش های موشک های بالستیک بالا گرفت و منجر به اعمال تحریم های سختتر از سوی شورای امنیت علیه آن کشور شد. شهلا رستی صدای آمریکا واشنگتن